سه کشور یعنی عراق، سوریه و لبنان واقعا دو روز پرکار و میشه گفت پر بیانیه‌ای رو پشت سر گذاشتن. از سوی دیگه حملاتی در خاک این کشورها بود و به اون پرداختن. از سوی دیگه هم کشتن اسماعیل هنیه در ایران به اون اضافه شد. از لبنان شروع میکنم. ما میدونیم که شامگاه سه‌شنبه منطقه زاهیه در جنوب لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. گفته میشه که فؤاد شکر که از او به عنوان نفر دوم حزب الله نام برده میشه در این حمله کشته شده. حزب الله تا کنون کشتن اون رو تایید یا تکذیب نکرده، اما گفته در اون ساختمون بوده که هدف قرار گرفته. اگرچه رسانه‌های لبنان امروز صبح گزارش دادن که جسد او از زیر آوار اومده بیرون، اما این گزارش هنوز تایید نشده. حال جالبه که دیروز گفته شد که جسد او به بیمارستان انتقال پیدا کرده و چه بسا او هنوز زنده هست، اما امروز گفته میشن که جسد او رو از زیر آوار بیرون کشیدن. دقیقاً گزارش های متناقضی پخش شده، هنوز هیچ کدوم تایید نشده. تنها چیزی که تایید شده این که در اون ساختمونی که هدف قرار گرفته بوده. دولت لبنان اول به این حمله پرداخت، اون رو محکوم کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با کابینه دولت جلسه تشکیل داده، اون حمله رو محکوم کرده. بعد از این حمله بود که حملاتی در عراق بود و کشتن اسماعیل هنیه. نجیب میقاتی در مورد افزایش تنش‌ها با چند تن از احزاب سیاسی در لبنان و نمایندگان دیپلماتیک و سازمان نماینده سازمان ملل دیدار کرده، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شده. تعداد زیادی از آوارگان فلسطینی که در لبنان هستند پس از کشتن اسماعیل هنیه تظاهرات کردند. در سوریه گزارش‌های منتشر شده که گویا محله سید زینب در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفته. امروز خب ما می‌دونیم این محله تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه شبه نظامیه. تا کنون گزارش موثقی از خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. از سوی دیگه حکومت سوریه مجبور شده بیانیه بده، یعنی پس از این حمله درباره کشتن اسماعیل هنیه گفته، اون رو محکوم کرده، اون رو به اسرائیل نسبت داده، از اسرائیل نام برده. وزارت امور خارجه سوریه هم گفته که کشتن اسماعیل هنیه باعث افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه میشه. عراق هم مستثنا نبود. از سوی حواسش به حمله آمریکا علیه گروه شبه نظامی در استان بابل بود و از سوی هم نیم نگاهی به کشتن اسماعیل هنیه داشت. اواخر سه‌شنبه شب بود که حملاتی در استان بابل صورت گرفت. تشر شعبی میگه این آمریکا این حمله رو انجام داده. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویتر سعید کرده این حمله کار آمریکا بود و گفته در راستای دفاع از خود بوده. تشر شعبی کشتن چهار نیروی خودش رو تایید کرده. دولت عراق همانند حملات گذشته آمریکا این حمله رو محکوم کرد و اون رو ناقض حاکمیت ملی خودش دونسته و گفته به روند گفتگوها میان دو کشور و ثبات و صلح منطقه کمک نمی‌کنه. در رابطه با کشتن اسماعیل هنیه عراق هم مثل که سوریه اون رو محکوم کرده، اما نامی از اسرائیل نمورده و گفته این کشتن اسماعیل هنیه نقض کننده قوانین بین المللی و ثبات منطقه است. وزارت خارجه عراق از کشورهای بین المللی و سازمان ملل خواسته تا مقابل جلوی تجاوزهای مکرر به حاکمیت ملی کشورها گرفته بشه. در فلسطین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین کشته شدن اسماعیل هنیه رو به شدت محکوم کرده، اون رو اقدامی به گفته اسماعیل هنیه بزدلانه توصیف کرده. برخی از گروه‌های فلسطینی خواهان اعتصاب و اعتراض بودند که امروز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی در مناطق مختلف فلسطینی صورت گرفت. حماس گفته کشتن او تأثیری در تلاش‌های اونها در راستای اهدافشون نداره و دستی که به گفته حماس در این کار کسانی که در این حمله نقش داشتن باید مجازات بشن. سپاسگزارم. مروری بر واکنش‌های منطقه‌ای با سران خاطری.